سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هرچه هستید حالتون خوب باشه. ما اومدیم به یکی از فروشگاه‌های بزرگ تهران و گفتیم که یه دونه ویدیو بگیریم قبل عید و قیمت جدید مواد غذایی و مایحتاج خونه رو بهتون بگیم. اینجا فروشگاه رفاه که فکر کنم خیلیتون بشناسیم، یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که شعبه‌های زیادی توی ایران و تهران داره و کلاً هم از نظر قیمتی قیمت مناسبی رو میده و همیشه تخفیف داره. از میوه ها شروع کنیم. قیمت یک کیلو سیب 16300 که میشه حدود 30 سنت. ما قیمت ها رو به دلار هم میگیم که مخاطبای خارجیمون هم متوجه بشن. قیمت یک کیلو پیاز 20300 که میشه حدود 40 سنت. من دارم با قیمت دلار که امروز 50000 تومان حساب میکنم. گوجه کیلوی 12600 که میشه تقریبا 20 سنت. لیمو ترش هم کیلوی 29650 که میشه تقریبا 60 سنت. خب قیمت گوشتم ببینیم. گوشت چرخ کرده 900 گرمی 214000 تومانه که میشه تقریبا 4 دلار و 20 سنت. قیمت فلافل هم ببینیم 950 گرمی 100000 تومانه که میشه حدود 2 دلار. نوشابه قوطی پپسی، البته اینا تو ایران تولید میشه، هر قوطی 12000 تومانه که میشه حدود 20 سنت. قیمت سس هم بگیم، سس سالاد فرانسوی 42680 که میشه تقریبا 80 سنت. اینجا هم که میبینید انواع پنیرها هستش، مثلا این پنیر 400 گرمش 35820 با تخفیف که میشه حدود 70 سنت. حتما تو قسمت کامنت ها به ما دوستای عزیزمون بگید که توی شهرتون یا کشوری که زندگی میکنید قیمت این اجناس که توی این ویدیو میبینید حدود چقدر میشه. قیمت برنج هم ببینیم. قیمت 10 کیلو برنج هندی، این برنج هندیه 370000 تومانه که میشه حدود 7 دلار. البته قیمت برنج اعلای ایرانی فکر کنم الان حدود 120 تا 130000 تومان باشه. این آب میوه ها 41700 تقریبا که میشه حدود 80 سنت. کلن بهتون گفتم فروشگاه رفا خیلی قیمت های خوبی میده، یعنی اینکه همیشه تقریبا تخفیف های خوبی روی حالا مواد غذاییش و لوازمش و اینا میذاره.
قیمت روغن سرخ کردنی 115 هزار تومانه که میشه تقریبا 2 دلار و 20 سنت. قیمت نسکافه یا یه چایی هم بگیم 500 گرمش 135 هزار تومانه که میشه تقریبا 2 دلار و 70 سنت. تنوع چایی هم که میبینید چقدر توی ایران زیاده. کرم کنجد 350 گرمی 77 هزار تومانه که میشه حدود 1.5 دلار. کره بادوم زمینی هم 450 گرمش 75 و 600 که تقریبا اینم میشه 1.5 دلار. اینجا هم بخش ماکارونی ها هستش که میبینید چقدر تنوع زیادی داره، یکی رو انتخاب کنیم. مثلا این ماکارونی 700 گرمی 21.600 که میشه حدود 40 سنت. قیمت ماهی تون 180 گرمش 36 هزار تومانه که میشه حدود 70 سنت. قیمت پودر کیک 48.500 که میشه دیگه 90 سنت تقریبا. این صدایی هم که داریم میشنوید صدای آهنگ برای جشنواره فروشگاه رفاهی که اگه اشتباه نکنم هر شب برای قرعه کشی که برگزار میشه. ماشاءالله این همه دوغ، حالا کدومو انتخاب کنیم؟ قیمت مثلا این دوغ 24.570 که میشه تقریبا 50 سنت. نخود فله هم کیلویی 50 هزار تومانه یا 1 دلار. قیمت جوی پرک هم 24.900 که همون 25 تومان حساب کنیم میشه 50 سنت.
بله، صابون گلنار، یه صابون قدیمی تو ایران، بسته 53 تومنه که میشه 1 دلار تقریبا. قیمت پودر ماشین لباسشویی 37,190 که میشه تقریبا 70 سنت. قیمت دستمال کاغذی هم ببینیم، 300 برگ 25,000 تومان حدوداً که میشه 50 سنت. قیمت مایع ظرفشویی پیریل تقریبا نوشته 1 کیلویی 38,000 تومانه که میشه 70 سنت. قیمت یه شامپوی ایرانی هم ببینیم، شامپوی ایرانی گل رنگ 400 گرمش 19,000 تومانه که میشه تقریبا 40 سنت. یادش بخیر شامپو تخم مرغی هنوزم هست، همین الان شده 13,000 تومان که میشه 20 سنت تقریبا. بریم قیمت لوازم خونه آشپزخونه هم ببینیم. قیچی آشپزخونه تمام استیل 108,000 تومان داریم میبینید، یا تقریبا 2 دلار خورده. قیمت این قابلمه هم بهتون نشون بدم 796,000 تومانه که میشه 16 دلار. قیمت این سماور هم 4,866,000 تومنه که میشه تقریبا 97 دلار. این صدایی هم که داشتیم میشنید دقیقا اینجایی که بله نوشته دیگه هر شب برگزار میشه طبق یه ساعتی و قرعه کشی و این چیزا هستش. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید تا آخر، خیلی ممنونیم که ما حمایت میکنید، حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو بگید، امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، حتما بگین که توی شهرتون یا کشورتون این قیمت ها چجوریه و چقدر با هم دیگه اختلاف داره. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم، مواظب خودتونم باشین، تا ویدیو بعدی خداحافظ.